نجات کریستیانو رونالدو از دام منچستر، شکوندن تلسم گل نزدن، برگشتن به رئال. سلام و درود خدا بر شما. آقا داخل این ویدیو یک ویدیو کاملا متفاوت از بقیه ویدیوهایی که دیدیم. اصلا می‌بینیم ما یه تیم برمی داریم میریم نجاتش میدیم توی چند تا فاز، چند تا پارت. اما داخل این ویدیو در مجموع توی یک پارت قراره که یک بازیکنی که آقا از نقطه اوجش فاصله گرفته و توی نقطه اوج قبلا بوده، مثل کریستیانو رونالدو که الان چندین بازی اصلا گل نزده و فقط تو تعویضی‌ها و بازیکن فیکس هم نیست، نجاتش بدیم و کاری کنیم که آقا کریستیانو رونالدو نزدیک بشه به توپ طلا، آقای گل لیگ بشه، یا اینکه اصلا از این تیم خارج بشه و بره توی یک لیگ دیگه یا یک تیم دیگه بازی خفن داشته باشه. این ایدم از آقای امیرخان بوده که ممنونم بسیار ازش. آقا همکنون که داریم مشاهده میکنید، اولین بازی کریستیانو رونالدو توی منچستره. من نمیدونم الان توی مسابقه ترکیبی قرار داده یا نه این بازیکنو، اما این بازیکن گفته که من منتظر هر مسابقه هستم و برام فرقی نمیکنه اصلا هر تری حریف کی باشه. اما اولین بازی که ما توی فصل داریم، آقای کریستیانو رونالدو رو اینم بازی داده یا نه؟ بله آقای کریستیانو رونالدو رو بازی داده، اما آقای کریستیانو رونالدو چپه، دیگه فوروارد نوک نیست. من نمیدونم چرا رشفورد الان رفته نوک، اشکالی نداره. اولین بازی ما میخوام میریم بازی کنیم و ببینیم که آقای کریستیانو رونالدو توی این بازی چند تا گل میزنه. البته بذار من رد کنم اولین بازی، بله اولین بازی 4-1 میبره منچستر یونایتد و میره صدر جدول. چجوریه آقای کریستیانو رونالدو؟ همینطوری که میبینید وضعیتش بعد یک بازی کرد و توی این بازی هیچ گلی نزد. 35 سالش هم شده، بهترین بازیکن اروپا تو رو خدا نشو، ما میخوایم تو رو نجات بدیم دیگه، آبرومون میره اینجوری. بله آقای مسی هم بهترین بازیکن اروپا شد و آقای رونالدو هیچ جامی نگرفته فعلا، این یعنی وضعیتش داغونه. این بازی هم 1-0 میبره منچستر یونایتد. فازمون چه دقیقاً اومدیم رنگ سوم و اینکه رونالدو باز دو تا بازی کرد و هیچ گلی نزده هنوز. کریستیانو رونالدو واسه چمپیونز لیگ هم نرفته، الان لیگ اروپا است. ببینم میتونم چمپیونز لیگ ببرمت. رد شدم ببینم چیکار میکنی آقا مستر رونالدو. 1-0 بازی آوردیم صدر گروه. آقا رونالدو گل زد یا نزد؟ بالاخره یک گل زد، هیچ پاس گلی نزد تو صدا بازی. 2-0 باختیم از نیوکاسل، خاک دوستان منچستر یونایتد. آقا بازی داریم با لستر سیتی ساعت 1 ظهر در ورزشگاه لستر سیتی کینگ پاور و ببینیم که رونالدو در ترکیب هست یا نیست. احتمال زیاد باشه بله آقای رونالدو در ترکیب وینگر چپ هم هست فکر کنم. بله وینگر چپ. بریم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم و میتونیم با آقای رونالدو گول بزنیم یا نه، که اون چهار تا بازی قبلی جبران بشه و اینکه تعداد گلاش بره بالا، باشگاه های زیاد میتونن بگیرنش. بله بازیکن وارد زمین میشن، همدیگه دست میدن و یک اخلاق ورزشگاهی رو رعایت میکنن در ورزشگاه گینگام. ببینیم که آقای رونالدو در وینگر چپ این بازی چه خواهد کرد. برو بریم روی آقای رونالدو. آقای رونالدو حرکت میکنه، همچنان توی ترکیب فیکس قرارش داده، مثل اینکه باهاش یکم لجش خوابیده. اما ما باید بالاخره ترانسفر بشیم و این باشگاه دیگه به درد ما نمیخوره، چون اصلا لیگ اروپا برسون. رونالدو کبیر رفت. اما شاله یک پاس زیبا آقای کریستیانو رونالدو. رونالدو توپو خراب کرد، توپ میاد رو سر کریستیانو رونالدو، هدو نمیتونه بزنه. رونالدو چه افت بدی کرده. بعد رونالدو تو دفاع قرار میگیره، رونالدو اومده تو دفاع هم داره کمک میکنه. چه عجیب چه غریب. حالا کریستیانو رونالدو هدو زد، برمیگرده رونالدو، توپ رو گرفتن. رونالدو یک استارت ریز اونجا میزنه آقای کریستیانو رونالدو. بده تو آقای احمد. برو رونالدو. خطا رو کریستیانو رونالدو انجام داد، خودش بزنه تو رو خدا، خودش بزنه. اصلا واقعا بی تربیت. بده پاسو ببینم آقای کریستیانو رونالدو حرکت میکنه. خود کریستیانو رونالدو. حالا توپو میخواد بندازه. وای چه اشتباهی. آقا رونالدو خسته شد. پاس میدم کریستیانو رونالدو. ببینیم که میتونه کریستیانو رونالدو نجاتشون بده یا که نه. رونالدو یک چرخش میزنه. اما شاید میرسه رو به رونالدو. رونالدو اینجا توپو نگه میداره، یه پا عوض میکنه. حالا خود رونالدو میاد شودشو بعد زدی رونالدو جان. ای آقا رونالدو هنوز توی گل جونش رفته. اما شاید پاس به کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو خودش حرکت میکنه، پاسو میندازه. حالا توی عمق حرکت میکنه رونالدو، میزنه شوتو. بزن تو گل بابا. بده جلو. آقا وضعیت بسیار وخیمه، این تیم واقعا تیم نمیشه واسه رونالدو. باید بریم روش تمرین کنیم. صبر کن بهتون میگم چیکار میکنیم. این بازی که 0-0 کردیم، هشتم جدول اومدیم، خیلی خوب. باید بازی زیاد بریم جلو. هی باید رد کنم من بازیکن رو ببرم بالا. ببین ما باید الان تمرین بدیم به رونالدو، ببینیم که باید چیکار بکنه. اصلا کریستیانو رونالدو نکنه همه چیزش رو 3 بسته شده. اصلا ببینیم مهارتی میتونیم اضافه بکنیم بهش. خب مهارت که نمیتونیم بهش اضافه کنیم، انتخاب پست میتونیم واسش بذاریم. نگاه کن رونالدو از سرعتش بد نیست، دفاع نمیخواد رونالدو، دریبل هم نمیخواد، پاسش خوبه، شوت زنیش رو بر بالا. با سرعتش رو تا ته ببر بالا، شوت زنی هم تا ته ببر، شوت زنی و استقامت رو.
استقامت و فیزیک، اینا خیلی مهمه. خب و اینکه ما باید آقا سرمربی بگیم کجا میخوایم بازی کنیم، این اصلا نگفته. نگو چقدر میتونه جا بازی کنه. بهترین جا واسه رونالدو اینجاست، به خاطر اینکه تو بهش پشت مهاجم بهتر میرسه، و یا اینجا باید درخواست بده بهمون. جاهای دیگه باید بگیم که آقای سرمربی خان لطفاً درخواست نده که ما اینجا بازی نمیکنیم، که بتونه بیشتر گل بزنه. بریم بازی رو رد کنیم ببینیم که رونالدو گل میزنه با این چیزایی که گفتم یا نه. 3-1 بردن، گل نزد. الان ما با چلسی بازی داریم، و اینکه بتون این نکته رو بگم، نه کن وقتی که به سرمربی گفتم آقا جناح چپ یا جناح راست منو بازی نده، الان گذاشتمون فوروارد نوک، این احتمال گل زنی رو بالا میبره، چون نوک وای میسته تو برسه میزنه تو گل. آقا بازی شروع شد، ببینم که الان که رونالدو رو گذاشته فوروارد نوک، آقا رونالدو میتونه گل بزنه یا نه. استقامتش هم زیاد اومده پایین، شو داره همه بازیو بازیش میده. نه کن الان توی کورنر رونالدو همینطور که میبینید توی ترکیب جلو وای میسته، عقب نمیاد، این خیلی خوبه. آها کریستیانو رونالدو پاسشو میده، حرکت میکنه خود رونالدو. ای آقای راشفورد، بدین جلو گل بزنیم. الو گل نخورین. میرسونم آقای کریستیانو رونالدو. اوه بعد آقای کریستیانو رونالدو رو بد زدن. برسون جلو رونالدو سر رو میزنه. آها رونالدو خودش سر رو زد، ولی کجا زد مهمه. برو رونالدو. اوش بعد از رونالدو همچنان بعد ما باید درستش کنیم. آها خود رونالدو توپ گیری میکنه. خود رونالدو، بودو رونالدو ببینیم، بودو ببینم رونالدو جان بودو. آها تعویض منطقه بگیر یا او چه بد خراب کرد رونالدو. نه خراب کردی. دو بیا دوباره توپ اومد زیر پای من. آه حالا رونالدو توی دروازه. دیدی دارم بهت میگم باید پوش فوروارد بازی کنه. دیدی دارم بهت میگم. آها کن چه جایگیری میکنم. حال کن چیکار کردی رونالدو با چیکار کردی. حالا رونالدو شوت. وای. یک گل زد کریستیانو رونالدو با حضور من، و بهترین بازیکن زمین شد تا اینجا داشته باش. اوه رونالدو روندش رو به افته. نبیدون قدر سنش هم هست، ولی باید ببینیم که چطوری میتونیم آقای گلش کنیم. خب آقا هنوز به نیم فصل نرسیدیم. یه دونه پیشنهاد بوده واسه رونالدو از وولف، که گفته که ما آقای رونالدو رو 25 میلیون دلار میخوایم، اما باید ببینیم ترکیبش چطوری. تیم وولف تیمی نیست که بتونه قهرمان کنه رونالدو رو یا به چمپیونز لیگ برسونتش، پس ولش کن. بله کلا اصلا دیگه رونالدو رو بازی نمیده مقابل منچستر سیتی که الان بازی داریم، و رونالدو رو کلا گذاشته تعویضی. خب آقا توپ طلا هم مسی برد امسال. خب آقا ما دیگه رسیدیم به نیم فصل، ببینیم که کریستیانو رونالدو میتونیم تو کدوم تیم ببریم که بدرخشه و شروع کنه به درخشیدن. منچستر یونایتد همونجوری که دارین سمت راست جدول میبینید چهارمه، و اصلا رونالدو رو جدیدن بازی نمیده، همونجوری که بهتون نشون دادم. همونجوری که الان داره میبینید آقا تا نیم فصل رونالدو 20 تا بازی کرده واسه منچستر یونایتد، 7 تا دونه گل زده، 2 تا پاس گل، خیلی آمارش بده. فقط یه دونه تیم وولف که بهش پیشنهاد داده، اونم رونالدو درخواست نکرده بود. حالا میخوام درخواست کنم به یک تیم خیلی خوب که ببینم کدوم تیم الان وضعیتش تو لیگ خودش خیلی خوبه. اطلاعات تورنمنت‌ها رو باید چک کنم ببینیم که تو چمپیونز لیگ کیا الان صعود کردن. نگو الان بایر لورکوزن وضعیتش خیلی خوبه، لیورپول خوبه، بیارال که هیچی، بایرن مونی خیلی خوبه، اینتر هم خوبه، رئال هم خیلی خوبه. آقا رئال خیلی خوبه، یا باید رونالدو بره رئال یا لیورپول بره که صدر جدول الان، یا بره بایر مونیخ. جز این چهار تا جایی نمیتونه بره رونالدو، چون اینا قهرمانی رو میگیرن، قهرمانی چمپیونز لیگو. ها ترکیب تیم رئال مادرید اینجوریه، و همینطور که دارین میبینید اگر ما بخوایم رونالدو رو مثلا بیاریم چپ به جای وینیسیوس خیلی خوب میشه، و یک تیم غول ازش ایجاد میشه. ببینم که درخواستمون قرار قبول میکنه آقای اسکوت چیز بابا چیه اسمش یادم آنچلوتی یا نه. 3 روز بعد جواب آنچلوتی. حالا الان ببینیم مذاکره چی شد. آنچلوتی نخواست، چرا رئال مادرید نخواست رونالدو رو. اگر رونالدو رو ببریم تو بایر مونیخ چی ترکیب برای مونیخ ببینیم یه لحظه. اینجا جای خیلی خوبیه واسه رونالدو، اینجا جای بسیار خوبیه، و مطمئنم همین اول کار رونالدو رو میگیره. حالا نگاه کن، گرفت رونالدو رو آقا، گرفت. لیست پیشنهادات برای مونیخ ببینیم چقدر درخواست داده. بایر مونیخ نیست که، بایر مونیخ هم نخواست رونالدو رو.
مگه میشه؟ آقا بذار پست دلخواه رو یه کاری کن، برای اینکه بگیرنت بگو وینگر چپ هم درخواست بدی مشکل نیستش، وینگر راست هم درخواست بدی مشکلی نیست، فقط ما درخواست بدیم بگیریم. یا بعد بری تو لیورپول، بهت گفتم رونالدو جان یا کن ترک به تیم لیورپول اگر بخوای رونالدو رو ببریم اینجا، اینجا جای مناسبیه واسش، وینگر چپ میتونه راحت بازی کنه و جای خوبی هم هست واسش. درخواست انتقال میدم ان شاءالله که آقای کلوب بگیرتش. کلوب نخواست رونالدو رو. آقا بیا یک بار شانستو امتحان کن ببینم پاریس میخوادت. درخواست انتقال ببین پاریس که کلا معلومه تیمش چطوریه، ببینم 1% پاریس برمیداره رونالدو رو. تو رو خدا بگیرش، بگیری کنار امباپه و مسی و نیمار میترکونه. گرفت، گرفتش پاریس سن ژرمن. 22 میلیون کمتر داره بهش میده، ولی آقا من میگم برو رونالدو. آقا میریم واسه بستن قرارداد با این باشگاه. رونالدو جان خدا حافظی کن و برو به پی اس جی کنار نیمار و مسی و امباپه، بهتر کن اونجا. بله رونالدو با 22 تا بازی 9 تا گل و 2 تا پاس گل کار خوش تموم کرد و اومد توی پی اس جی. بله مراسم رونمایی از کریستیانو آل رونالدو با کیت زیبای پی اس جی کبیر. بله آقا رونالدو همینجا میشینه و با یک تیشرت خیلی معمولی و ساده وارد کنفرانس مطبوعاتی شده. بعد امضاش شده، آقا بریم ببینیم که چیکار میتونیم کنیم، اصلا تو ترکیب فیکس قرارش میدن یا نمیدن. بله یک قرار زیبا رو امضا میکنه. رونالدو چی میگه؟ میگه سلام، نام من کریستیانو رونالدو هستم، میخوام از هواداران پی اس جی بدلی استقبال از من و همراهی من تشکر کنم، تشکر کنم، تو استادیوم میبینمتون، مرسی. فقط ببینم که تو رو واسه اولین بازی تو ترکیب گذاشته یا نذاشته. او چه ترکیبی، برو بریم واسه اولین بازی. رونالدو میره واسه اولین بازی رسمی خودش با پیراهن پی اس جی، نیمار رو گذاشت بیرون، رونالدو رو برد تو. این بلد کار میدونه چیکار کنه. بله بازی شروع میشه. آقای کریستیانو رونالدو شماره 11 این تیم رو برتر کرده، آقای کلیان امباپه فوروارد نوک این تیم. بعد ببینیم که رونالدو میتونه تو اولین بازی رسمی خودش گل بزنه و بالاخره برگرده به رقابت ها. حالا کریستیانو رونالدو چه ضربه ای میزنه. اینجا بنداز، حالا هدو بزن. ماشاءالله رونالدو، کریستیانو رونالدو پاس داده میشه، رونالدو راه میندازه جناح چپ رو، حالا پاس میدم رو رونالدو. رونالدو حالا خود کریستیانو رونالدو چرا گل نزدی؟ توی آفساید لیونل مسی. نگاه چه وضع پاس دادن، من نمیفهم. بدی جلو دیگه. آها مرسی رونالدو. آهان حالا خود رونالدو پاسشو میده در عمق به مسی. چه گولی، چه پاس گولی داد به مسی. مرسی یک پاس گل زیبا در آغوش لیونل مسی قرار میگیره. چه صحنه زیبایی. بده رو بخط. آهان مسی برو مسی میگیریش. مسی بزن توی دروازه. چه پاس گولی داد بهش، چه گولی. رونالدو پاس داد به مسی، به رقیبش گل زد، مسی هم پاس داد به رونالدو گل زد. چه صحنه زیبایی. بله رونالدو، مسی در آغوش رونالدو. دیدی اومد اینجا هم پاس گل داد هم گل زد. چه پاس زیبایی آقای رونالدو میده. قشنگ اومده روی فرم وقتی که اومده با مسی دار بازی میکنه. به به. اوه 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 اوه. رونالدو خود شرکت میکنه، میخواد بزنه. ای بابا خطا واسه چی گرفتی؟ پاس بده. ماشاءالله چیکار داره میکنه پاریس. 3-0 فعلا که پاریس صدر جدول لیگ فرانسه است و همین رو هم که انتظار میره باید باشه و ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. فعلا رونالدو یه بازی یک گل یک پاس گل، 3 تا بازی 4 گل یک پاس گل، حال کن خدایی. آقا پاریس لیگ اروپا و نمیدونم دلیلش چیه، مسخره است ولی نمیدونم دلیلش چیه. خب آقا توی لیگ اروپا بازی رفت 9 شب با پورتو آقای تارمی بازی می‌کنه، ببینم که رد کنم بگم خودشون چیکار می‌کنن. 3-1 بردن پورتو رو. بله آقا 1/4 نهایی خوردیم به بارسلونا توی لیگ اروپا. بارسلونا من نمی‌دونم توی لیگ اروپا چیکار کنه، بارسا توی لیگ اروپا باید دیگه. آره 1-0 بردیمشون. بازی برگشت خودم بازی می‌کنم. من بازی برگشت رو بزنم بره. بازی برگشت با بارسا رفتیم فینال بازی می‌کنم. پاریس برد رفت فینال لیگ اروپا، عجیبن غریبا. نیمه نهایی تازه لیگ اروپا رو آقا نیمه نهایی رو از دست دادیم متاسفانه، کاپو به فینال نرسید رونالدو. خب آقا رسیدیم به فینال جام حذفی با این پوستری که داریم میبینید. متاسفانه در لیگ اروپا به رئال سوسییداد حذف شدن پاریس سن ژرمن، ولی توی جام حذفی لیگ فرانسه میتونن قهرمان بشن، به اضافه اینکه توی لیگ خودشون قهرمان شدن با 100 خورده امتیاز. ما این بازی رو بازی میکنیم. خب آقا بریم تو رخکن ببینیم که آقای رونالدو چی میگه. داره صحبت میکنه با آقای ادریسو گانا، میگه ما تحت حمایت خیلی از مردمی برای
این آدما خیلی مهمه که ما بریم اونجا با یه جام برنده چی. قشنگ می‌بینیم مسی و رونالدو قشنگ اینجا با هم دور رفیق شدن. بله مثل همیشه نیمار رو نیمکته و رونالدو و مسی و امباپه در ترکیب هستند. خیلی خوب بازی شروع میشه. فینال جام حذفی فرانسه با حضور کریستیانو رونالدو، مسی، کیلیان امباپه و نیمار که رو نیمکته. ببینیم که میتونه دومین جام خودش رو ببره. کریستیانو رونالدو چرا پاس گرفتی آخه؟ خود رونالدو پاس میده، خود امباپه برسون اینجا. حالا رونالدو تیر دوی دروازه، توی دروازه. به به، چه یک و دوی کرد، چه گلی زد. دقیقه 11 شماره 11 گل زد، چه عجیب. ای وای، پاس اشتباه کریستیانو رونالدو، باید برگرده جبران کنه. همین کارو انجام میده، نمیذاره به ثانیه بکشه. پاس میده به مسی، پاس نداد به کیلیان امباپه. میرسونم آقای لیونل مسی. بال مسی خیلی جدیدن داره حال میکنه. لیون بزن. کورنر کریستیانو رونالدو در ترکیب جا گرفته. حالا رونالدو میادش روی تیر یک، مسی انداخته. رونالدو چرا گل نشد؟ خب بیا برو دیگه، کجا داری میری؟ من خودم میام تو دفاع، خودم میام واسه هد زنی. آرام آقای مارکینیوش هست زمینی هوایی ند... هیچ کسی هم نگرفت. آقای کریستیانو رونالدو همینجوری تو اومد زیر پاش. این هوش فورواردی، هوش فورواردی اینه که در من نهفته است و استعداد خدایی است. اما شالا هد واش نکن، باید اینجوری حرکت کنی، اینجوری در عمق حرکت میکنی. نیمار زد تو دروازه، 3-0 تمامه. فاتحت رو بخون. ای کاپیتان شدم راستی، کاپیتانی دست من بود. و بله تمام، رونالدو به آرزوش رسید دیگه، کاپ گرفت بالاخره. و بهترین بازیکن زمین با نمره 7 کریستیانو رونالدو. پی اس جی با 107 امتیاز قهرمان لیگ خودش شد و همچنین رونالدو 26 تا بازی کرد، 15 تا گل زد، یک پاس گل هم داد، ولی جزو بهترین ترکیب سال نشد. عجیبه. خیلی خوب، اما رونالدو رو مشاهده میکنید در نیم فصل اول و نیم فصل دوم که باسمونا 22 تا بازی کرد، 9 تا دونه گل زد، این بار 26 تا بازی کرد، 15 تا گل زد، 2 تا قهرمانی هم دست آورد. همین الان ما فهمیدیم که به چمپیونز لیگ دعوت شد آقای کریستیانو رونالدو، به خاطر اینکه سهمیه چمپیونز لیگ رو گرفتن، به خاطر صدر جدولی که شدن قهرمان جدول، شدن قهرمان یعنی لیگ فرانسه شدن، سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن. میخوام برم آقا ببینم که چمپیونز لیگ تا کجا میتونیم ادامه بدیم در این فصل. آقا اورای رونالدو افت کرده به خاطر سنش، از 91 شد 89، ولی همچنان چون 36 سالش شد از 35 سال بهترین بازیکن در اروپا. وای دیبالا شد، رونالدو نشد باز دوباره. اولین بازی چمپیونز لیگ ببینم که خودشون بازی کنن، ببینم چیکار میکنن تو چمپیونز لیگ. یک هیچ میبره، مرسی. یک هیچ با رئال همه گروه شدیم آقا. پی اس وی رئال، پی اس جی. چمپیونز لیگ با رئال مادرید چیکار کردیم؟ 2-0 بردیم رئال، صدر جدول گروه. وای دوباره آقا مسی تو بطلا رو گرفت. خب آقا همونجوری که میبینید به عنوان صدر گروه پی اس جی با 16 امتیاز، یعنی همه رو بردیم، فقط یک بار دور برگشت با رئال مساوی کردیم و صعود میکنه پی اس جی. آقا یک چهارم نهایی تو چمپیونز لیگ خوردیم به اتلتیکو، اتلتیکوی که باید ببریمش تا بتونیم به فینال حتی راه پیدا کنیم. نه پس نبریمش، یک هیچ بردیم اتلتیکو رو بازی رفت. صبر کنید آقا، بازی برگشت با اتلتیکو رد میکنیم، ان شاءالله که صعود کنیم. صعود قطعی به نیمه نهایی. خیلی خوب آقا، نیمه نهایی خوردیم به بارسا، ببینم که بارسا رو میتونیم ببریم یا نه. وای 3-1 باختیم از بارسا. بازی برگشت با بارسلونا توی چمپیونز لیگ، همینطوری که دارین پایین مشاهده میکنید توی نیو کمپ بارسلونا ساعت 9 شب. و اینکه اگر ما، یعنی بازی رفت رو 3-1 کردیم، برای بازی برگشت که این باشه دو تا نزنیم هیچی نخوریم، سود نداریم به فینال و همینجا حذف میشیم. برو بازی. خب آقا امباپه رو کلا گذاشتی بیرون، ایکاردی رو گذاشته تو. بازی شروع شده، ما نمیدونم چرا باز دوباره دفاعی داریم بازی میکنیم. آقا شما 3 تا خوردین، 2 تا باید بزنین دفاعی دیگه، چی آخه؟ بده بیاد. بزن رونالدو، بزن هد شارژی. مرسی پاس بهش بده دیگه. چه وضعش آخه؟ خود رو آقای رونالدو و کریستیانو رونالدو در هم. رونالدو و کریستیانو رونالدو گفتم. پاس گل بازی شو. اوه. اور بگی دیگه خوب دیم بده رو. یا علی یا ابوالفضل، یا علی. مرسی رونالدو بده مسی. ما هم مسی دادم بهش. خب بده بره رونالدو، برو. وای بزن. وای تمومه، نیمه اول تموم شد، گل نزدیم. وای
بده همینجوری، بده همینجوری، خواهشام بده همینجوری. ماشاءالله برو برو رونالدو، رونالدو برو میری. یک پاس عالی. آها بده به مپه، مپه بزن شوتو. تیمت باخت، تموم شد. تیمت باخت داداش. گفتم منو بکشی بیرون تیمت میبازه. مسی هم کشید بیرون. باک تو سر اسکولت. هیچی. تموم، خدا نگهدار چمپیونز لیگ. هنوزم هجومی نکرده تیمونا کن پایین رو سفیده. تمام، حذف از چمپیونز لیگ. بازم من جزء ترکیب اصلی نشدم. کریستیانو رونالدو 28 تا گل زد واسه باشگاه توی لیگ، ولی آقای گل لیگ نشد. ای لعنت. اما توی باشگاه ببینم، توی باشگاه اطلاعات بازیکن‌ها رو میتونم ببینم. مسی 49 تا گل زد در کل واسه باشگاه، ولی رونالدو 38 تا. بازم با این حال 38 تا گل زدش و 5 تا پاس گل در 57 تا بازی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و از این نجات خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید نجات بقیه بازیکن‌ها هم بریم، حتما توی کامنت بنویسید لایک و سابسکرایب کنید تو فالو بچه‌ها.